سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه موجگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین من دارم یه پلیور اسکاندیناویایی میبافم که دو رنگ هست و تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور رنگ ها رو جابجا جا کنید که ابتدا و انتهای رج رنگ هاتون حالت پله ای نداشته باشه یعنی رنگاتون بالا پایین نشه اینجا ببینید من یک رج با رنگ روشن بافتم و ابتدا و انتهای رج یه کاری انجام دادم که اینجا رنگم بالا پایین نشده و حالت پله ای پیدا نکرده تو این رج میخوام رنگ روشن رو دستم بگیرم و یک رج با رنگ روشنم ببافم از ابتدای رج دقیقا مثل همینجا رنگ روشن رو دستم میگیرم و دانه ها رو به زیر میبافم یک دور دانه ها رو به زیر میبافم تا انتهای رج به انتهای رج رسیدم این دوتا دانه هم به زیر بافته میشن علامت گذار رو بر میدارم. و الان برای اینکه اینجا حالت پله ای نداشته باشم رنگام بالا پایین نشه این کار رو انجام میدم دانه بعدی رو که میخوام ببافم این قسمت دانه رو نمیگیرم ببافم میرم رج پایینی این گندمی که با رنگ تیره بافتم رج پایینی و از داخل اینجا رد میکنم به زیر میبافم دانه رو از میل میکشم بیرون و علامت گذار رو اینجا میندازم. اینجا میشه ابتدای رج و ابتدای رج از اینجا شروع میشه. خب یک رج که با این بافتم الان میخوام رنگ تیره رو ببافم. رنگ تیره رو دستم میگیرم. و یک رج با رنگ تیره میبافم. انتهای این رج هم دوباره باید بیام اون کار رو انجام بدم که اون حالت رو نداشته باشم. به انتهای رج رسیدم این دانه به زیر بافته میشه و علامت گذار اینجا رو بر میدارم و دقیقا مثل رج قبلی که انجام دادم از این گندمی رج پایین رد میکنم و دانه رو به زیر میبافم میکشم بیرون علامت گذار رو اینجا میندازم اینجا میشه ابتدای رج این نخ رو اینجا سفت میکنم ببینید اینجا چقدر مرتب شده و دیگه من مطابق با مدلم باید با رنگ تیرم ببافم اینجا ابتدای رج هست و رنگان بالا پایین نشده و کاملا مرتب هست. ببینید این کاری که انجام دادم را فقط در آخر رج‌های اولی که با رنگ جدید می بافید باید انجام بدید من رنگ روشن رو که بافتم انتهای رج اولش اومدم این کار رو انجام دادم برای رنگ تیرم انتهای رج اولی که بافته بودم این کار رو انجام دادم و دیگه رچهای بعدی که با این رنگ می بافم نیازی نیست که انتهای رج اون کار رو انجام بدم پس فقط انتهای رج اول رنگ جدید باید بیاد اون کار انجام بدید اینم از آموزش این روش امیدوارم که استفاده بکنید ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید به هم انگیزه میده ویدیوهای بیشتری با شما به اشتراک بذارم از بفتنی لذت ببریم و تا ویدیو بعدی خدا فز.